دانشگاه و آگاه رابطه بین الملل با ما هستن. آقای زاهدی، عرض سلام بر شما، سپاس از ورودتون در تورون نیوز، خیلی خوش اومدین. در نتیجه عملیات پسگیری رو خط دیده میشه که بیشتر از 200 هزار نفر تاکنون بیجا شده. خب قبل از این که در مورد وضعیت این بیجا شدگان بپردازیم، بین از عملیات پسگیری رو که بحث خود را آغاز بکنیم، این عملیات را چگونه ارزیابی کردین؟ به نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما و بینندگان شما و همکاران شما. به ارتباط سوال شما، اینکه این عملیاتی که با حمایت آمریکا و توسط نیروهای حزب دموکراتیک متشکل از اغلب کردها و مسیحیان و عرب که مورد حمایت آمریکاست از ماها بدین سو آغاز شده است، بر حال در آغاز با موفقیت های همراه بود و کماکان بر حال با افت و خیزی که داره به سمت موفقیت و بسا کامیابی پیش میره، گرچه در این روزهای اواخر و در این اواخر از سرعت یا افزایش پیشروی یا دستاوردهای نیروهای حزب دموکراتیک و نیروهای مورد حمایت آمریکا کاسته شده است، اما بر حال پیش بینی ها این است، جنبندی ها این است که بر حال این روند کماکان به قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد و سرانجام رقعه توسط این نیروها بر حال در صورتی که امریکا بر حال با برخی کشورهای دیگه توافق برسه، این شهر یا این منطقه از دست داعش آزاد خواهد شد. حالا عملیاتی که به خاطر پسگیری رخ آغاز شده بوده، فکر میکنین که درست عملیات بوده که بتونه این شهر را یعنی به گونه کامل از وجود داعش یا پاک بسازه یا چگونه، و چی تفاوت را بین این عملیات در رقه و همچنان در عملیاتی که در موصل عراق انجام شد میبینین؟ تفاوتی که وجود داره این که در موصل به هر حال یک اجماع و یک انسجام درونی بین نیروهای عراقی وجود داشت، هم از هشت شعبی، پلیس فدرال، نیروهای ضد تروریسم و نیروهای پیشمرگه و طیف‌های مختلف عرب، کرد، شیعه، سنی. یک موضوعی بود که به هر حال کار را آسان کردن و سرانجام به یک نتیجه رسید. آنچه که در رقه وضعیت را پیچیده و دشوار کرده است، مخالفت های صریح و غیر مستقیم ترکیه است که به شدت مخالف آزادسازی رقه توسط گروه های حزب دموکرات که ترکیه اونها را جزء پیکه و به حال گروه تروریستی کردها می دانند. لذا این مسئله باعث شده که کارها با کندی پیش برود و اون اجماع نباشه، هم در سطح داخلی یعنی بین نیروهای درگیر در سوریه، یعنی بین نیروهای دولتی و نیروهای اتحادی و میهنی و کردها اجماع نظر یا توافق و همانگی وجود ندارد، و همینطور به لحاظ بیرونی بین امریکا و ترکیه برخلاف یک اجماع نظر، یک توافق بر سر پیشروی یا باز پسگیری شهر رقه وجود ندارد. همین مسئله وضعیت را مبهم و پیچیده کرده است و همین مسئله عملیات را با دشواری و کندی مواجه کرده است. تا زمانی که برحال امریکا و ترکیه یا ترکیه برحال راضی و رضایت نده به پسگیری رقه توسط نیروهای کرد، بعید به نظر میرسد که این برحال عملیات یا این روندی که آغاز شده برحال به یک نتیجه مثبت، به یک دستاورد قابل قبول منجر بشد. برحال ما فراموش نکنیم که گهگاهی هر از گاهی که نیروهای کرد در وضعیت بهتر و در وضعیت پیشروی قرار میگیره، از سوی ترکیه گلوله باران میشه، بمباران میشه. این معنیش اینه که به هر حال ترکیه حاضر است که این منطقه دست داعش باشد و دست کردها نیفته. پس این مسئله باعث شده که به هر حال عملیات با کندی پیش بره و مشکلات در پیشروی عملیات وجود داشته باشه. یک دید کلی به خاطر پسگیری این منطقه وجود نداره و دست اندازی های هم صورت نگیره. پس حالا چگونه باید این عملیات پیش بره و با توجه به این که اطراف بزرگ جهانی از مبارزه با داعش هم حرف میزنه؟ اجماع نظر وجود نداره. در عراق برعکس ائتلاف بین‌المللی در هوا حداقل از نیروهای عراق حمایت میکرد، اما در رقه بسیار از کشورها برها پا پس کشیده. فقط این امریکاست که به حال از نیروهای کردها دفاع میکنه و عملیات های هوایی انجام میده. به نظر میرسه که به حال تا زمانی که ترکیه به یک امتیاز و به یک امتیازی که میخواد از امریکا نرسیده و تضمین های لازم را از سوی آمریکا و کردها دریافت نکرده، همچنان بر سر راه این عملیات، بر سر پیشروی نیروهای کرد سنگ اندازی میکنه و مانع خواهد شد. ولی در صورتی که امریکا تضمین های لازم رو بده و در صورتی که برها ترکیه مطمئن بشه و که این منطقه در صورتی که دست کردها بیفته تبدیل به پایگاه
تبدیل و داخل محل تجمع مخالفین و کردهای ترکیه مخالف ترکیه نخواهد شد. در اون صورت است که میتوان به حال به این جنبندی رسید که به حال این عملیات به یک نتیجه قابل قبول و سرانجام آزادسازی رقه از گروه داعش منجر خواهد شد. اما فعلا دور از انتظار است. نقش ترکیه را میبینید؟ شما واقعا باور دارین که ترکیه میتونه یک خلل بسیار بزرگ در پسگیری رقه باشه؟ به هر حال ترکیه منافع ملیش، امنیت ملیش اقتضا میکنه که از قدرتگیری کردها در سوریه به هر حال کسی مانع بشه. ترکیه تجربه کردستان عراق را داره، تجربه خود مختاری کردهای اقلیم کردستان را داره. به هر حال دیگر حاضر نیست که تجربه مشابه در سوریه اتفاق افتاده با مرکزیت کوبانی و با تصرف رقه توسط کردها که در اون صورت جایگاه و موقعیت و مشروعیت این گروه کرد را به لحاظ بین المللی به لحاظ منطقی به شدت افزایش میده. لذا این را می شوان گفت به یک نحوی از منظر نخبگان امنیتی ترکیه خط قرمز است که به هر حال هر آنچه که منجر به تقویت و توسعه نفوذ روزافزون کردهای سوریه بشه که اینها به هر حال بره به سمت استقلال و منطقه ایجاد منطقه خودمختار، گمان میکنیم که ترکیه به هر حال به راحتی تن نخواهد داد که این اتفاق بیفته. لذا ترکیه به شدت تلاش میکنه که بله آقای زایی، این باور دارین که ترکیه واقعا به اون حد از توانایی رسیده که بتونه مانع این عملیات شود؟ به حال ترکیه ظرفیت‌هایی داره و یک سری بسا امکاناتی داره که میتونه مانع بشه، حداقل این که به حال مانع دسترسی نیروهای طرفدار آمریکا را به صورت آسان و راحت و کمک‌هایی که از خارج میشه. تمام کمک‌هایی که به حال از سوی کشورهای مثل امریکا و کشورهای دیگه به کردهای سوریه میرسه باید از مسیر ترکیه بگذره. لذا که ترکیه به هر حال از اون ظرفیت و توان لازم برای مانع و جلوگیری از قدرتیابی و پیشروی کردهای سوریه در کوبا در رقه و مناطق اطراف رقه برخوردار است و این چیزی است که امریکا به هر حال به اون اذعان داره. ولی فکر نمی‌کنید که تقابل ترکیه با جمعی از کشورهای مثل امریکا و دیگر کشورهایی که در اطراف با امریکا شامل هستند برای ترکیه بسیار دشوار باشه؟ به هر حال ترکیه گزینه‌هایی داره. ما همین اواخر دیدیم که در یک به حال هماهنگی و همسویی با سوریه و ایران به حال اجلاس آستانه را رقم زدند و الگویی را در سوریه ارائه کردند تحت عنوان کاهش تشنج، مناطق کاهش تشنج که اینا با همکاری ایران، سوریه و ترکیه اتفاق افتاد. لذا هرچه که امریکا بیشتر فشار را بر ترکیه وارد بکند و ترکیه فشار بیشتر را از ناحیه امریکا حس بکنه، نزدیک میشه به سمت ایران و سوریه. لذا این است که به هر حال قدرت مانور و قدرت بازیگری ترکیه در منطقه فعلا به حدی است که مجبور است آمریکا اون را مورد ملاحظه و تأمل قرار بدهد و نمیتواند این قدرت مانور و قدرت بازیگری و قدرت تاثیرگذاری ترکیه به خصوص در تحولات نظامی و امنیتی ترکیه را نادیده بگیرد. ولی فکر میکنین که تنها در این بحث جای پاس ترکیه است یا اینکه کشورهای دیگه هم نظر با ترکیه خواهد باشن؟ به هر حال بسیار از کشورها حتی میتونن به یک نحوی گفت که ایران و سوریه هم برای خواهان این نیستن که رقه به دست نیروهای کرد بیفته. به هر حال این میشه یک الگویی باشه و بره به سمت تجزیه عملی ترکیه، لذا تجزیه عملی سوریه. لذا در به صورت پنهان به صورت غیر مستقیم یک نوع توافق نانوشته بین سوریه، بین ایران و بین ترکیه وجود داره، این که به هر حال مانع قدرت و توسعه روزافزون کردها بشه و که منجر بشه به یک اقلیم مشابه کردستان عراق. ولی باور آمریکا در مورد کردها حالا چیه؟ دیدم میشه که روابط آمریکا و ترکیه در بحث کردها پرتنش هم شد آقای زایری چندین بار، ولی حالا که پای ترکیه و به گونه بسیار واضح هم در این زمینه وجود داره، شما سیاست های آمریکا چی میگید؟ به هر حال آمریکا تلاش خواهد کرد که جمع بکنه بین منافع خودشان و منافع ترکیه به یک نحوی تا اونجایی که منافع ترکیه مورد تهدید قرار نگرفته، تا اونجایی که خطوط قرمز ترکیه تهدید نشده مورد تهدید قرار نگرفته، خب به هر حال امریکا با کردها خواهد بود، از کردها حمایت خواهد کرد. اما اگر آمریکا احساس بکنه که کردها پا را فراتر از آنچه که ترکا میخواهد و خطوط قرمز ترکیه نادیده گرفته میشه، در اون صورت قطعا ترکیه آمریکا قطعا به حال کسی مانع یا برها تجدید نظر یا سیاست های حمایتی خودشان را از کردها تعدیل خواهد کرد. به حال ترکیه یک متحد استراتژیک و کلیدی آمریکا در منطقه و یک عضو ناتو در منطقه است. به حال آمریکا تحت شرایط حاضر نیست که
ترکیه را از دست بده و موقع ترکیه در منطقه تضعیف شد. گرچه خب به هر حال ممکن تفاوت دیدگاه‌های وجود داشته باشه در مورد حمایت از کردهای سوریه، اما در هر حال در نهایت آمریکا میره به سمت تأمین منافع و تأمین امنیت ترکیه در منطقه و تحت هیچ شرایطی به هر حال به نظر من به این باور هستم که امریکا حاضر نیست که امنیت ملی ترکیه دچار تهدید و چالش بشه. پس حالا بحث پسگیری رقه سوریه چه خواهد بود و چی پیش بینست؟ برحال به نظر میرسه که این وضعیت کماکان در حالی از ابهام در پرده ای از تردید قرار داره. ولی فراموش نکنیم در بحث موصل عراق هم با زمان که عملیات را آغاز نکرده بودن گونه باورا بود که عملیات بسیار سریع به پیش میره و میتونه در زودترین فرصت نتیجه بده. ما دیده شد که بعد از چند روز آغاز عملیات دوباره این مقامات نظامی اعلان کردند که عملیات بسیار زود هم نتیجه نخواهد داد. پس در مقایسه با عملیاتی که در موصل صورت گرفت بر حال پایتخت داعش در موصل به عنوان یک از مناطق مهم و کلیدی و حساس و استراتژیک که بر حال اونجا مرکز خلافت اعلان کرده بود و نیروی بسیار کمی و کیفی و بر حال قابل توجهی در اونجا حضور داشتن به لحاظ امکانات، بر حال قدرت مانور و قدرت بر حال عملیاتی بیشتری داعش داشتن، در مقایسه با موصل در منطقه رقیع سوریه بر حال داعش در محاصره است با محدودیت ها و با کمبود امکانات مواجه است. پس از این نظر میتوان به هر حال گفت که وضعیت در رقه مشابه با موصل نیست. در اونجا به هر حال امکاناتی وجود داشت، نیروهای وجود داشت، بس راه فرار به سمت سوریه وجود داشت. الان به یک نحوی در رقه داعش به هر حال کسی در محاصره قرار گرفته، در محدودیت قرار گرفته و به نظر میرسه که نیروی داعش و توان داعش در مقایسه با توانی که در موصل از اون برخوردار بودن در اینجا بسیار محدود و بسیار کم است. لذا آنچه که باعث شده که این عملیات بر حال برخلاف آنچه گفته می شود یا بر حال قابل قبول نباشه، مشکلات یا بر حال کسی نگرانی ها و دغدغه ها و عدم اجماع نظر بازیگران تحولات امنیتی سوریه است که باعث شده که بر حال کردهای سوریه نتونند. اما گرچه خب یک سری اتفاقاتی به هر حال ممکن رخ بده، اما فعلا تا اونجا شواهد و قرائن حاکی از این است که این عملیات به هر حال تا زمانی که تضمین های لازم برای سپاس. ترکیه ایران نشده، این عملیات کماکان بالاخره با کندی سپاس آقای زایری از حضور شما در جان ما سپاسگزارم.